سلام بچه ها. سلام به روی ماه تک تکتون. دختر پسرای دوست داشتنی. من ساناز هستم. من هم شهرام هستم. بچه ها میدونید ما چرا اینجا هستیم؟ من بگم. بله شما بگو. بچه ها ما دور هم جمع شدیم تا یه برنامه هیجان انگیز و عالی رو با هم داشته باشیم. حالا چجوری؟ ما میخواییم داستانهای کتاب مقدس که درباره عشق و علاقه و محبت و دوست داشتن خدا نسبت به ماست رو برای شما تعریف کنیم. میخواییم هم از شما دعوت کنیم تا توی این برنامه همراه ما باشید. راستی بچه ها ما اینجا یه صندوقچه داریم که به ما نشون میده هر دفعه چه داستانی میخواییم از کتاب مقدس برای شما تعریف کنیم. خب بچه ها همگی حاضر هستید؟ بریم اولین داستان رو با هم بشنویم. ولی قبلش یه شعر بخونیم تا صندوقچه رو باز کنیم. صندوقچه رو باز میکنیم، نشونه رو در میاریم، به داستانش خوب گوش میدیم تا که خدا رو بشناسیم. پس بیا اینجا ببینیم تو صندوقچه چی داریم. بله یه دوربین. کار دوربین چیه؟ جاهای دور رو نگاه میکنیم. یه درخت هم داریم. وای چه درخت خوشگلیه. وای اینجا رو ببین، انجیرم داریم. من فکر کنم درخت انجیر باشه. دوربین، انجیر، درخت، اینا مربوط به کدوم داستان کتاب مقدسه؟ بذار فکر کنم. آها، نتنائیله. بله، نتنائیله. بچه ها داستان امروزمون درباره نتنائیله. کتابونو باز کنیم. به 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 به. بچه ها فیلیپوس وقتی عیسی رو دید، عیسی بهش گفت به دنبال من بیا. فیلیپوس رفت نتنائیل رو پیدا کرد و بهش گفت اون کسی که موسی توی تورات در موردش صحبت کرده بود و پیدا کردم. او عیسی پسر یوسف از شهر ناصره است. ولی نتنائیل شهر ناصره رو دوست نداشت بچه ها. به خاطر همین گفت مگه از شهر ناصره هم چیز خوبی در میاد؟ ولی فیلیپوس میدونست که عیسی مسیح رو پیدا کرده. پس بهش گفت خودت بیا و ببین. هر دوتاشون سری رفتن پیش عیسی. نتنائیل که به عیسی نزدیک میشد عیسی گفت به راستی که این مرد اسرائیلی مردی درستکار است. نتنائیل به عیسی گفت تو منو چجوری و از کجا میشناسی؟ عیسی به اون گفت قبل از اینکه فیلیپوس به دنبال تو بیاد و تو رو به اینجا بیاره، وقتی که هنوز زیر این درخت انجیر بودی من تو رو دیده بودم. نتنائیل خیلی تعجب کرده بود که عیسی او رو از قبل دیده و میشناخته. پس به عیسی مسیح ایمان آورد و گفت تو پسر خدایی، تو پادشاه اسرائیلی. یعنی عیسی همه ما رو از قبل میشناخته و دیده بوده. چقدر خوشحال کننده است که عیسی ما رو از قبل میشناخته و انتخاب کرده. بله ما توی این داستان دیدیم که خداوند ما عیسی مسیح همه ما رو میبینه و میشناسه و من چقدر خوشحالم که همچین خدایی رو دارم. منم خیلی خوشحالم، مطمئنم بچه هم خیلی خوشحالن. بچه ها پس بیاییم با هم دعای شکرگزاری کنیم. خدایا تو را شکر میگوییم که تک تک ما رو میشناسی و میبینی. شکرت میگوییم که در تک تک لحظات زندگی در کنار ما هستی. مرسی که این داستانا رو تو کلامت آوردی تا ما بدونیم که چقدر تو ما رو دوست داری. ما هم میخواییم به تو بگیم که خیلی دوستت داریم. در نام عیسی مسیح آمین. داستان امروز ما تموم شد. تا داستان بعدی منتظر شما دوست داشتنی ها هستیم. به امید دیدار.